نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی روز یک شنبه 24 ذی‌قعده سال 1445 برگزار شد. در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سوال‌های حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند. آیت الله العظمی شیرازی با اشاره به برتری علمی ائمه اطهار نسبت به پیشوایان سایر مذاهب فرمودند امام صادق علیه السلام بلا واسطه و یا بی واسطه استاد ائمه اربعه یعنی ابو حنیفه بنیانگذار مذهب حنفی، مالک ابن انس بنیانگذار مذهب مالکی، محمد ابن ادریس شافعی بنیانگذار مذهب شافعی و احمد ابن حنبل بنیانگذار مذهب حنبلی بودند. معظم الله در رابطه با حکم نماز خواندن پشت سر امام جماعتی که شیعه نیست با اشاره به روایتی از امام جعفر صادق علیه السلام که نماز نخوان مگر پشت سر کسی که به دین و امانت او مطمئن باشی فرمودند، در اینجا اطمینان به دین داشتن به معنای مؤمن بودن است و صرف مسلمان بودن کافی نیست، لذا امام جماعت باید شیعه اثناعشری باشد و اطمینان به امانت داشتن هم به معنای عادل بودن است، یعنی علاوه بر شیعه اثناعشری بودن باید نسبت به عدالت امام جماعت نیز اطمینان حاصل نمود، لذا خواندن نماز پشت سر امام جماعت غیر شیعه جایز نیست. ایشان با اشاره به برخی از روایات مبنی بر توصیه امامان معصوم علیهم السلام به شیعیان که پشت سر غیر شیعیان نماز بخوانند فرمودند اگر در برخی از روایات از معصومین علیهم السلام آمده که پشت سر آنها نماز بخوانید، این توصیه مربوط به شرایط تقیه است، یعنی اگر شیعیان پشت سر آنها نماز نخوانند دچار مشکل می شوند که در چنین شرایطی نماز خواندن پشت سر آنان اشکال ندارد، لذا امام علیه السلام توصیه فرمودند که پشت سر آنان نماز بخوانید تا جان خودتان را حفظ کنید، بنابراین فقط در شرایط خطر جانی و به مقداری که تقیه باشد نماز خواندن پشت سر آنان اشکال ندارد. با هم فرمایشات آیت الله العظمی شیرازی را ببینیم و بشنویم. لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه وأمانته، دينه يعني مؤمن إنه مسلم فقط، أمانته يعني عادله، حتى أجي الشيعة نمدون معادلة يا نمشي إحراز عدالات مخاف حسن ظاهر بله طريقة كاشفة معلوم لي از عدل تقیه ظاهرش این خوفه نصرف المداراته، یعنی خلاف ظاهر لا اقل شک میکنیم اقل اکثر قدر متیقنش اونه. بله این فقه ها گفتن شیخ هم در بحث تقیه دارن که اینا اصلا موضوعش نه موردش، موضوعش جایی که خوف بوده بر شیعه، یا میکشتن یا حبس میکردن. جایی که میدونیم جایی که می ها جایی که تقیه مباح جایی که مخیره، یعنی خوف در اون حد نی، خوف قتل و اینانی حبسش میکنن، وقتی حق داره تقیه نکنه، حبس رو تحمل کنه. بله؟ باشه، اون وقت مدارات اسمش نیست اون، اسمش خوفه. ببینید مدارات در عرض خوفه، قسیم خوفه، نه قسمی ازشه. یعنی یا خوفه یا مداراتی. نه خوفه. این عروه داره، دیگران هم دارن که لازم نیست خوف فعلی باشه، ولو خوف در آینده باشه. الان کارش ندارن جلو مردم، اما بعد که رفت بیرون تنها شد میگیرن میبرنش مثلا. بله
بله بله بله اینو مرحوم اخوی تصریح دارن بهش. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.